من میدونم که شما با آقای منطقی البته پیش از اینکه به استرالیا مهاجرت بکنن آشنا بودید. خواستم یه مقدار از سوابق ایشون در ایران برای ما توضیح بدید. خدمت شما عرض کنم که من سال 75 بود با ایشون همکار بودم. البته ایشون مدیریت آژانس هواپیمایی رو داشت. برای مدت کوتاهی حدوداً 6 یا 7 ماه بود که از طرف صاحب امتیاز آژانس هواپیمایی به سمت مدیریت عامل اون آژانس در اومد و اختیار تام رو داشت توی آژانس که هر کاری بکنه. ایشون بعد از اینکه حکم مدیریتش اومد توی اون آژانس مشغول شد به تبلیغات برای گرفتن مسافر و صدور ویزای شنگن یا ویزاهای اروپا و استرالیا و اینها. با حالا شرایطی که آژانس داشت و از موقعیتی که توی آژانس بود استفاده کرد و از مردم مبالغی رو دریافت میکرد برای گرفتن ویزا. در نهایت بعد از 6 ماه حدوداً 6-7 ماه که این مبالغ رو دریافت کردن، یه روز صبح دیگه نیومدن توی آژانس و بعد که مردم یواش یواش اومدن و گفتن که این مبالغ پرداخت شده، که حتی کارمندای آژانس هم اطلاع نداشتن که این مبالغ رو ایشون دریافت میکرده. یعنی کاملا چون من محیط آژانس اینجوری بود که طبقه بالا دفتر ایشون بود و مسافرها میرفتن بالا صحبت میکردن، یعنی هیچ کس در جریان کار ایشون نبود. ایشون زمانی که دیگه نیومدن آژانس و مسافرها اومدن و درخواست پولشون رو کردن، صاحب امتیاز آژانس از ایشون شکایت کرد از طریق قضایی و بعد از چند سال متوجه شدن که ایشون رفته به استرالیا. ایشون زمانی که اومدن سر کار روحانی بودن یا نه؟ ایشون کاملا لباس شخصی بودن، خیلی با کت شلوار می اومدن، خیلی جنتلمن و خیلی هم برعکس اون خبری که من دیدم نوشته بودن که ایشون از لحاظ ذهنی دچار مشکل بوده، اصلا همینطوری نبوده. ایشون کاملا یه آدم باهوش و با برنامه ریزی قبلی این کار کرده. از منابعی بهمون اطلاع داده شده که همسر ایشون در ایران خانم زهرا مباشری بودن که به هر حال دختر آقای مباشری هست، معاونت دانشجویی دانشگاه امام صادق که بسیار هم آقای مهتبی کنی نزدیک بودن. این آشنایی شما اطلاعی دارید که چجوری صورت گرفت و به هر حال بعد از اینکه ایشون سفر کردن یا فرار کردن به نوعی از ایران چه اتفاقی برای این زندگی مشترک افتاد؟ بعد از اینکه بله خانم زهرا مباشری همسر ایشون بودن، بعد از اینکه ایشون فرار کردن به استرالیا حکم جلب ایشون گرفته شد، حکم ممنوع خروجی که قاعدتا گرفته میشه، و اینکه همسر ایشون و دو دختر ایشون رو هم ممنوع خروج کردن صاحب امتیاز، که ایشون اون مشکلی رو که داشتن و نمیتونستن همسرشون رو ببرن به همین دلیل بود که همسرشون و بچه هاشون ممنوع خروج بودن. شما فکر میکنید چه چیز باعث شده که ایشون به هر حال به این سمت بره در زندگیش؟ من فکر میکنم که اینا یه سناریوی از پیش تعیین شده بوده برای این شخص و هیچ ارتباطی به مسائل داعش و اینجور چیزا نداشته و کاملا مسائل شخصی بوده. هیچ ارتباطی به نظر من در رابطه با مسائل سیاسی و مذهبی و اینا نداشته. ایشون کاملا خودش رو به این جریانا چسبونده و خواسته از این قضیه سوء استفاده بکنه، وگرنه این آقا یک کلاهبردار شیاد بیشتر نبوده. شما الان از منابعی که در داخل ایران هم ایشون رو میشناسن و احتمالا شما باشون در تماس هستید، خبری چیزی دریافت کردید که به هر حال اونها نظرشون راجع به این مسائل چی هست؟ اونها خیلی دوست داشتن که این شخص رو دولت استرالیا برش گردونه، کما اینکه در همون زمان هم از طریق پلیس اینترپل درخواست کردن که این آقا رو برگردونن به جرم کلاهبرداری، ولی استرالیا اعلام کرد که قرارداد استرداد مجرمین رو ندارند و نمیتونن این آقا رو برگردونن و
در استرالیا میمونه و فکر میکنم که این بزرگترین اشکال این قضیه بود که اگر استرالیا این آقا رو به همین صورت با توسط پلیس اینترپل برمیگردون به ایران، این مشکلات به وجود نمی اومد و دستگاه قضایی ایران حداقل به این موضوع رسیدگی میکرد. من خیلی دوست داشتم که این اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدم که اون ذهنیت مردم در رابطه با اینکه این آقا وابسته به گروه داعش هست یا به هر گروه دیگر رو من نفی بکنم و بگم که اصلا اینطوری نبوده، این آقا کاملا یک آدم کلاهبردار و شیاد بوده و اینکه رسانه ها و دولت ها، همینطور که من خودم در خارج از ایران زندگی می کنم، دوست ندارم ذهنیت مردم خارج از ایران نسبت به ایرانی ها بد بشه. به همین دلیل دوست دارم که بدونن این شخص یک آدم کلاهبردار بوده، نه یک ایرانی که وابسته به گروه هکی باشه. اینا همه یک برنامه شخصی ایشون بوده.